سلام دوستای گلم، امروز در خدمت شما هستم با آموزش ترچین بادمجان و قارچ. این غذا به راحتی تهیه میشه و مواد اولیه آنچنانی نداره و مواد اولیه‌اش تو اکثرا تو همه خونه ها هست، ولی امروز من تصمیم گرفتم اینو با برنجی که از شب قبل مونده توی خونه با اون برنج درست کنیم. یعنی نیازی نیست که شما برنج رو آبکش کنید و کنار بذارید. برنجی که از شب قبل اضافه اومده حالا فرقی نداره چه برنج کته باشه یا برنج آبکش. خب من برنامه‌مون رو با معرفی مواد اولیه ادامه میدم. مواد لازم برای تهیه تهچین قارچ و بادمجان: برنج 3 پیمانه، پیاز 2 عدد متوسط که خلالی خورد میکنیم و سرخ میکنیم، زرده تخم مرغ 3 عدد، فیله مرغ 4 تکه، قارچ 8 عدد متوسط، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، زعفران دم کرده به میزان لازم، نمک به میزان لازم، روغن مایه که من از روغن کنجد استفاده کردم 4 قاشق غذاخوری. ماست 1 پیمانه، ماستتون هم حتما باید سفت باشه. بادمجان 1 عدد. پیازایی رو که خلالی خورد کردیم داخل مایتابه با 1 قاشق روغن کاملا سرخ میکنیم. فیله های مرغمونو با 1 دونه پیاز، زردچوبه، فلفل و نمک و تقریبا 1 استکان آب میذاریم تا کاملا پخته بشه. وقتی که فیله ها کاملا پخته شد ریش ریش میکنیم و در کمی کره تفتش میدیم. بادمجونا رو پوست کندم، حلقه حلقه کردم و توی آب نمک به مدت 1/2 ساعت میذارم تا تلخی بادمجون گرفته شه. داخل آبکش میریزم، آبش که رفت توی روغن سرخ میکنم. روغن داخل مایتابه ریختم، گذاشتم تا روغن کاملا داغ بشه و بادمجونا رو داخلش دارم سرخ میکنم. سعی کنید ابتدا حرارت زیاد باشه تا بادمجونا روغن رو به خودش جذب نکنه. بعد از اینکه یه طرفش تقریبا سرخ شد حرارت رو کم کنید و اجازه بدید تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. این روش باعث میشه تا بادمجونا روغن کمتری به خودشون بگیرن. من بادمجونایی که سرخ شدن پشت رو کردم و بعد از اینکه سرخ شدن توی یه ظرفی دستمال کاغذی بذارید، بادمجونای سرخ شده رو روی اون بذارید تا کاملا روغن بادمجونا گرفته بشه. بعد از اینکه مرغا پختن به این شکل همشون رو ریش ریش میکنم. بعد از اینکه پیازامون به این شکل سرخ شد، یه مقدار فلفل سیاه به پیازا اضافه میکنیم. و مرغایی رو که سرخ ریش ریش کرده بودیم داخل پیاز داغا میریزیم و کمی با پیاز داغا مرغامون رو تفت میدیم.
کمی که مرغامون رو تفت دادیم زیر حرارت رو خاموش میکنیم. و اجازه میدیم تا مرغا کاملا سرد بشه. حالا نوبت قارچامون شد. تو همون ظرفی که بادمجونا رو سرخ کردیم، قارچایی که ورقه ورقه کردیم داخلش میریزیم. حرارت زیر گاز باید زیاد باشه تا قارچامون آب نندازه. کمی که رنگ قارچا تغییر کرد و تفت خورد، زیر حرارت رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا قارچامونم خنک بشه. قارچا رو مرتب هم بزنید تا آب نندازه. تقریبا 3 دقیقه زمان دادم. همونطور که میبینید قارچا کاملا تب خورده و حجمشون اندازه های قارچمون کوچیک‌تر شده. قارچا آماده است. زیر قارچا رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا خنک بشه. خب دوستای گلم، وقتی تمام مواد رو آماده کردیم، ابتدا ماست رو میریزیم تو ظرف مورد نظرمون. کمی با همزن میزنیم تا ماستمون یه دست بشه. تو این مرحله 3 تا زرده تخم مرغی رو که داشتیم به ماستمون اضافه میکنیم. فلفل سیاه، نمک، روغن مایه که من از کنجد گفتم استفاده کردم، کاملا مواد رو با هم مخلوط میکنیم. زعفران دم کرده ای رو که داشتیم به آرومی داخلش میریزیم. من یه مقدار دیگه اضافه میکنم. موادمون کاملا یک دست شد. برنجی رو که گفتم بهتون از شب قبل اضافه اومده، من با اون برنج درست میکنم که اسراف نشه و شما بدونید با هر برنجی میشه این تچین رو درست کرد. برنج رو به آرومی میریزیم. تو 2 مرحله برنج رو اضافه کنید. نباید برنج زیاد شل باشه.
کاملا مواد رو با هم مخلوط میکنیم. کافیه. قارچ و مرغمون باید سرد باشه. حالا ظرف مورد نظر رو میاریم و طریقه ریختن تچین رو بهتون آموزش میدم. یه مقدار روغن داخل ماهیتابه‌ای که میخواییم تچینمون رو درست کنیم میریزیم. از مواد تچینمون این روغن رو تو تمام قسمت ها پخش میکنیم. یه مقدار از تچین رو داخل ماهیتابه میریزیم. کاملا تچین رو داخلش پهن میکنید. سعی کنید یک دست این کار رو انجام بدید. یه مقدار دیگه این قسمتش بریزم. وقتی تچین رو تو تمام قسمت‌های ماهیتابه به طور یکسان پخش کردیم، از فیله مرغی رو که با پیاز داغ تفت داده بودیم کاملا تو سطح تچین پخش میکنیم. حالا قارچا رو روی مرغا می‌ریزیم. تمام قسمت‌های تچین سعی کنید یه نواخت پخش بشه. حالا بادمجونایی رو که سرخ کرده بودیم و گذاشتیم روی دستمال کاملا روغنش گرفته شده روی مواد میچینیم. مقداری از زعفرانمون که مونده روی موادمون میریزیم. یه مقدار از روغنی که داشتیم
دوباره از برنج تچینمون به آرومی روی مواد رو پر میکنیم. از کناره ها شروع کنید، قاشق قاشق بریزید طوری که مواد میانی تکون نخوره. تمام قسمت ها رو پوشش بدید. بعد از این که تمام مواد رو روی تچین رو ریختیم و صاف کردیم، زیر گاز رو روشن میکنیم. ابتدا حرارت زیر گاز زیاد بشه، یه مقدار که بخار کرد زیر حرارت رو کم میکنیم و اجازه میدیم با شعله کم کاملا سرخ شه. یه طرفش که سرخ شد، طرف دیگرم هم میتونید بذارید توی فر، گریل بالا رو روشن کنید، هم میتونید برش بزنید و پشت رو کنید. بعد از اینکه برنج رو ریختید داخل مایتابه، با پشت قاشق کاملا فشار بدید تا منسجم بشه. به آرومی این کار رو انجام بدید، اطرافش رو مرتب کنید. تا برنجمون کاملا منسجم بشه. حالا من اینو روی حرارت میذارم تا سرخ بشه. من تچینو روی حرارت گذاشتم. ابتدا زیر حرارت رو زیاد کردم. یه ذره که بخار بلند شد حرارت رو کم میکنم و با حرارت کم اجازه میدم تا تچینمون سرخ شه. خب دوستای عزیز، غذای ما آماده شد. تچین قارچ و بادمجونمون همونطور که میبینید، من با ماست چکیده، زرچ، خلال بادوم، خلال پسته و قنچه های گل محمدی تزیینش کردم و تقدیم میکنم به همه بینندگان عزیز. امیدوارم از این برنامه هم خوشتون اومده باشه. تا برنامه دیگه و آموزشی دیگه، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.